سرخط خبرها و مهمترین ها. کانادا می گوید به هدفش برای انتقال 40,000 پناهجوی افغان دست یافته است. رویدار ترافیکی در بدخشان، دو تن به شمول یک طالب جان باختند و یک طالب دیگر زخمی شد. خبری که میلیون ها افغان را شاد کرد. سرطان تیروئید، بیماری پارکینسون، جذام یا کاهش توان بدنی بعد از سکته مغزی، مرضهایی که پوتین سردوچار شده است. مشروع خبرها. وزیر مهاجرت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد که حکومت این کشور به قولش برای انتقال حداقل 40,000 پناهجوی افغان به کانادا عمل کرده است. مارک میلر گفت که درخواست های بیشتر از شهروندان افغان برای مهاجرت به کانادا را میپذیرند. میلر گفت ما در حال رسیدگی و طی مراحل درخواست های مهاجرتی که قبل دریافت کرده ایم هستیم و مهاجران بیشتر افغان را از طریق برنامه های معمول مهاجرتی از جمله اسکان مجدد پناهندگان و اسپانسر اعضای خانواده خواهیم پذیرفت. وزیر مهاجرت کانادا گفت که برنامه انتقال 40,000 پناهجوی افغان بعد از سقوط کابل یکی از بزرگترین برنامه های اسکان مجدد افغانها در جهان است و کار ما همچنان ادامه دارد. آقای میلر از وحشت طالبان در افغانستان یاد کرد و گفت که تأثیرات آن بر حقوق و آزادی های مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران حد مرز ندارد. وزیر مهاجرت گفت که حاکمیت طالبان بر افغانستان در اگست 2021 منجر به یک بحران سیاسی، اقتصادی و انسانی در این کشور شده که به میلیون ها نفر آسیب زده است. حکومت کانادا میگوید بررسی درخواست های واجدین شرایط را بر اساس اولویت ها ادامه خواهد داد. رویدار ترافیکی در بدخشان، دو تن به شمول یک طالب جان باختند و یک طالب دیگر زخمی شد. منابع محلی در بدخشان میگویند که در پی منحرف شدن یک موتر نظامی نو رنجر از جاده در این ولایت، دو تن به شمول یک عضو طالبان جان باختند و یک طالب دیگر زخمی شده است. منابع میگویند که این رویداد در منطقه هولار از مربوطات ولسوالی بارک ولایت بدخشان رخ داده است. با گفته منابع این موتر پس از منحرف شدن به یک چوب فروشی برخورد میکند که یک عضو طالبان و یک فرد یک ملکی در نتیجه آن جان باختند و یک فرد ملکی دیگر زخمی شده است. منابع بی توجهی راننده موتر را دلیل وقوع این حادثه عنوان میکنند. این در حالی است که روز گذشته نیز در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در ولایت بادغیس 7 تن جان باخته و 8 تن دیگر زخمی شدند. حادثات ترافیکی همواره از شهروندان کشور قربانی گرفته است. جبهه آزادی افغانستان به دفتر یک مقام طالبان در بغلان حمله کرد. جبهه آزادی به تداوم حمله های چریکی به طالبان تاکید دارد. جبهه آزادی افغانستان دوشنبه ادعا کرد که به دفتر حق نواز گجر رئیس پلیس طالبان در ولسوالی جلگی ولایت بغلان حمله کرده است. این جبهه گفته که این حمله 3 طالب از جمله 2 محافظ حق نواز کشته شدند، اما از سرنوشت خود او ادلایی در دست نیست. در بیانیه جبهه آزادی آمده است که حق نواز از فرماندهان ملی طالبان در ولایت بغلان بوده است و در 2 سال گذشته در ولسوالی های خوست، فرنگ، گذرگاه نور، جلگه، نهرین و دیگر بخش ها به آزار اذیت، کوچاندن اجباری و تاراج دارایی های مردم اقدام کرده است. هفته گذشته نیز جبهه آزادی به قرارگاه طالبان در منطقه کویریگ روان در مرکز ولایت کاپیسا حمله راکتی کرده بود که در اثر آن 4 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شده بود. پس از مرگ پوتین چی اتفاقی در روسیه می افتد؟ در صورت مرگ یا کنارگیری ناگهانی پوتین، شورای فدراسیون روسیه 14 روز فرصت دارد که در روسیه انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری اعلام کند. سرطان تیروئید، بیماری پارکینسون، جذام یا کاهش توان بدنی بعد از سکته مغزی، اینها فقط چند مورد از بیماری های غیر قطعی است که شایع شده در سالهای اخیر رهبر روسیه به آن مبتلا شده است. این هفته کرملین به اجبال این شایعه را که ولادیمیر پوتین در اتاق خوابش دچار ایست قلبی شد تکذیب کرد، آن هم چند ماه بعد از آن که مجبور شد انکار کند که او خودش را کثیف کرده است. پوتین از زمان به قدرت رسیدن در سال 1999 نشان داد که یکی از بدنامترین سیاستمداران تاریخ معاصر است که روسیه را به شدت زیر سلطه‌اش در آورده است. دوره کنونی زمامداری و قرار است سال آینده به پایان برسد، اما با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در سال 2020 در قانون اساسی انجام شد، او می تواند تا سال 2034 بر روسیه حکومت کند. از زمان تهاجم پوتین به اوکراین و از دست دادن ده‌ها هزار تن از نیروهایش، پیامدهای این قمار نظامی او برای نخستین بار باعث شد شکاف‌های در زیر رهبری 20 ساله او پدید آید. گمانه‌زنی های فراوان مطرح شده از آکی از آن که حال این دیکتاتور سالخورده رو به وخامت است و آینده روسیه بعد از مرگ او نامشخص است.
وزیر عربستان سعودی در واشنگتن با جیک سالوان درباره آخرین تحولات خاورمیانه دیدار کرد. شاهزاده خالد ابن سلمان ابن عبدالعزیز روز دوشنبه برای گفتگو با مقامهای آمریکایی وارد واشنگتن شد. شاهزاده خالد ابن سلمان ابن عبدالعزیز وزیر دفاع عربستان سعودی که روز دوشنبه برای دیدار با مقامهای آمریکایی به واشنگتن سفر کرده بود، در اولین گام با جیک سالوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. با گزارش رسانه‌های عربستان سعودی، محور اصلی این گفتگوها پایان دادن به جنگ در نوار غزه و همکاری‌های دفاعی مشترک بین دو کشور بود. جیک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده از شاهزاده خالد ابن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی و هیئت همراهش در کاخ سفید استقبال کرد. او در این دیدار با اشاره به تلاش‌های جاری برای تعقید همکاری‌های دفاعی بین ایالات متحده و عربستان سعودی که دهها به عنوان سنگ‌بنای ثبات و بازدارندگی در منطقه عمل کرده است، از تنش‌زدایی قابل توجه ریاض در 1.5 سال گذشته استقبال و از تلاش‌های عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ حمایت کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید و وزیر دفاع عربستان سعودی در این دیدار درباره وضعیت کنونی در نوار غزه گفتگو و بر نیاز فوری به افزایش کمک‌های بشردوستانه برای مردم غزه تاکید کردند. آنها همچنین اهمیت تلاش در جهت تامین صلح پایدار بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها را خاطرنشان کردند و مواضع مشترکشان را درباره اهمیت بازداشتن هر بازیگر دولتی یا غیر دولتی از تلاش برای گسترش جنگ به اشتراک گذاشتند. با گفته وبسایت اکسیوس، وزیر دفاع عربستان سعودی که برادر شاهزاده محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی است، قرار است در ساعات آینده با وزرای دفاع و خارجه ایالات متحده نیز دیدار کند. با نوشته این وبسایت، اگرچه سفر وزیر دفاع عربستان سعودی به ایالات متحده از مدت‌ها پیش برنامه‌ریزی شده بود، پس از آغاز جنگ بین حماس و اسرائیل اهمیت دوچندان پیدا کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و شاهزاده محمد ابن سلمان ولیعهد عربستان سعودی پنج شنبه گذشته درباره راه‌های پیشگیری از ادامه جنگ اسرائیل و حماس و ممانعت از گسترش آن در منطقه تبادل نظر کردند. جیک سالوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده از شاهزاده خالد ابن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی و هیئت همراهش در کاخ سفید استقبال کرد. او در این دیدار با اشاره به تلاش‌های جاری برای تعقید همکاری‌های دفاعی بین ایالات متحده و عربستان سعودی که دهها بین آن سنگ‌بنای ثبات و بازدارندگی در منطقه عمل کرده است، از تنش‌زدایی قابل توجه ریاض در 1.5 سال گذشته استقبال و از تلاش‌های عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ حمایت کرد. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خدا نگهدارتان.